Hand up. الو مخلصم. نه خواب چیه؟ آره خواب بودم. نه خونه نیستم، هتلم. آره دیشب افتتاحیه نمایشگاه بود که بهت گفتم دیگه. خوب بود. آره خوب بود، خیلی تبینمون گرفتن. یه هفته هتل چند ستاره و خورد و خوراک و همه چی. آره جا که افتادم، آره دقیقا همونی که شد، همون شد که بهت میگفتم. آره 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 بابا اینجا قد میدونه حالیشونه مرد سب اینجا. خیلی اعترام میذارم هنوند. آره نه اصلا خودشون میان دنباله، لازم نیست. مرد سب فروش چیه؟ اینجا رو هوا میبرن، یه کار برام نمونده تو اتلیه. حالا این رو بدش کن، خودت چطوری؟ کاروبار چطور؟ همین دیگه، صد دفعه بهت گفتم ول کن خراب شده رو پاشه بیایی. ولی اونجا ملت ماکسیموم کوبلن میخرن میزنن رو در دیوارشون. یکی میاد نقاشی تو رو بخره. ول کن آقا جون، پا میشدی میمدی اینجا؟ بالاخره خونه بزرگه، یه جایی گوشش یه آتولیه برای ردیف میکردم، کار میکردم. نه بابا خیلی خب، سلام بهش برسون دیگه آقا. مخلصم، قربونت تو مخلص. خدا نگهدار، خدا حافظ. گاهی وقتا مجبوری یه بوم گنده سفید بذاری جلو تا دنیا رو اونطوری که بقیه دوست دارن بکشی. اما همین که کارت تموم میشه و یه قدم میای عقب، میبینی انگار یه آینه قدی بزرگ رو به روت بوده. انگار یه آدمی که نمیشناسیش هر جا میری جلوت وایستاده و زل زده تو چشات. انگار هیچی عوض نشده. من فکر میکنم همه آدم ها یه همچین آینه قدی بزرگی همیشه همراهشونه. روبروشون وای میسه و زل میزنه بهشون. وقتی میری نمیتونی همه چیزایی که دوست داری با خودت ببری. همیشه یه چیزایی جا میمونن، یه چیزایی بدون اینکه بخوای همراهت میان، انگار چمدون تو یکی دیگه بسته باشه. تازه وقتی میرسی میفهمی چی با خودت آوردی. از این چیزایی که با خودم آوردم حالم به هم میخوره. ببین دیوونه، تا دیر نشده بگذاش خودتو خلاص کن.
به اون روان چی میخوای بگی؟ چرا میخوای خودتو بندازی تو دردسر؟ بندازش آبم از آن تبا نمیخوره، خودتو بدبخت نتو بدبخت. سلام عزیزم. کجا بودی؟ بیرون بودم، بعد که گفتم. بیرون یعنی کجا؟ بیرون یعنی بیرون دیگه، یعنی کجا؟ خیابون کجا؟ چی؟ نمیشنوم چی میگی. الو چرا تلفن رو قطع کردی؟ تلفن رو قطع نکردم، قطع شد. قطع کردی؟ با کی بودی که دیگه نمیشنوم؟ دیگه نمیتونستی جواب. شارژ نداشتم، الان که هنوز ساعت 6 نشده خونه. مشکل چی الان؟ معلومه چه غلطی داری اونجا میکنی، با کی هستی میگی، مشکل چیه؟ بهت میگم تو خیابون بودم، تنها شارژ تلفنم تموم شده بود. خستم کردی؟ نمیفهمی؟ بابا بازی نکن. صد بار بهت گفتم وقتی از در خونه میخوای بری بیرون تلفن لعنتی تو بزن. منم صد بار بهت گفتم تکلیفتو روشن کن. تکلیف من روشنه. دو ماه پیشم همینو میگفتی. بس کن دیگه. اون داستانش فرق میکنه. آها این دفعه کدوم جناب سرهنگ قراره کارتو درست کنه؟ تو هیچ ربطی نداره. کدوم گوری بودی؟ با کی بودی؟ جواب منو بده. داشتم بهت خیانت میکردم. رفته بودم با پسرای کلاسم که از ترس توی عوضی یک کلمه باشون حرف نمیزنم بخوابم. رفته بودم بمیرم. دیوونم کردی. دست سرم بردار.